نمایش جعلی وحدت و اتحاد بر سر خونخواهی از مرگ اسماعیل هنیه، رژیمی که برای زمینه سازی حمله به اسرائیل در رسانه‌هایش یک حکومت نظامی نانوشته و غیر رسمی برپا کرده است. من مهدی مهدوی آزاد و امروز شنبه 20 مرداد 1403 10 آگوست 2024. خانم آقایان خوش آمد به چشمان است. خانم آقایان، چهار تا پاراگراف از اختلافات پنهان مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به اسرائیل گزارش دادیم. در و دیوار رسانه‌های حکومتی رو پر کردن، از تکذیبیه، از خبرگزاری تسنیم و فارس بگیرید تا روزنامه کیهان، وبسایت‌های نسبتاً مستقل، حتی همه‌شون یک متن واحد، یه نوشته واحد رو به نقل از یک مقام امنیتی منتشر کردن که بله، ایران اینترنشنال اصلا دروغ میگه و مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران نه تنها هیچ اختلاف نظری ندارن، بلکه اراده، همزبانی و اتفاق نظرشون برای حمله به اسرائیل کم نظیر هستن در سالهای اخیر. ایتون باشه، روز چهارشنبه ما خبر دادیم که در آخرین دیدار مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور به شدت از فرماندهان سپاه انتقاد کرده، گفته اونا با این رفتارها و مواضعشون ایران رو به جنگ میکشانن، براشون اهمیتی نداره که اقتصاد و جامعه ایران برای فرماندهان سپاه چه خزینه گزافی پرداخت خواهد کرد. بعد هم تو اون گزارش آمده بود که پزشکیان از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که نگذاره سپاه به اسرائیل مستقیما حمله کنه، جنگ بشه. چرا؟ چون به گمان او چنین حمله ممکنه به یک جنگ تمام عیار منجر بشه و حملات تلافی جویانه اسرائیل به زیر ساختای ایران هم میتونه اقتصاد ایران رو سرنگون کنه، باعث فروپاشی کشور بشه. ماشین پروپاگاندای حکومتی یه متن یکسان رو که به نقل از یک مقام آگاه امنیتی تنظیم شده در تمام رسانه‌های خودش منتشر کرده که اصلا اولا چنین اختلافی اصلا وجود ندارد و ایران اینترنشنال دروغ میگه و بعدم به زودی از اسرائیل ایران خونخواهی خواهد کرد. منتها چون دروغو کم حافظه است، چون دم خروس بالاخره حتی از جیب آخوندم بیرون میزنه، این جیبتون هر چقدر بزرگ باشه باز دم خروس بیرون میزنه، همین رسانه ها همزمان با این تکذیبیه یه سری گزارش دیگه منتشر کردن که تصادفاً ثابت میکنه چه اتفاق نظرهای جدی پشت پرده است. جالب‌ترین گاف مال روزنامه کیهان هست. کیهان امروز در یک شبه گزارش، یه شبه گزارشی داره با تیتر هم‌نشین دشمن، هم‌پیاله با دوست، به دو تا از مشاوران مسئول پزشکیان حمله کرده که چرا اونا تلویحاً حمله به اسرائیل رو زیر سوال برده بودن و چرا یکیشون گفته بود که آره اگر اسرائیل به زیر ساختای برق ما حمله کنه نمیدونم 60 70 میلیارد دلار باید هزینه کنیم، این پول از کجا بیاریم. توی گزارش کیهان تاکید شده که مواضع مشاوران پزشکیان با مواضع دشمن قسم خورده ایران همسو و همجهته و هر چی خلاص این گزارش هر چی دلش بخواد به اونا نسبت داده، از جمله به مشاوره پزشکیان، به اصلاح طلبها، به کسایی که تو هیئت مشاوران و هیئت استراتژیک رئیس جمهور جدیدن، بهشون گفته غرب گدا، نادان، خودباخته، بزدل، خودکمبین و غیره. همون داستان قدیمی. یعنی کیهان که سخنگوی غیر رسمی، شاید رسمی رهبر جمهوری اسلامی هست، دیگه علنا داره میگه مشاوران پزشکیان مخالف حمله به اسرائیلن. بهشون فحش میده. اما با این وجود باز کیهان ادعا میکنه که آره تمام کشور یک اتفاق نظر داره، یک وحدت بی سابقه ای هست که ما باید خونخواهی کنیم و حمله کنیم. یه نمونه بامزه دیگه هم گزارش هست که در کانال تلگرامی وابسته به سپاه منتشر شده. تو اون تاکید شده که اختلاف دولت و سپاه یه ادعای کذب هست. اما دو خط پایین‌ترش توی همون گزارش، تو همون، به مشاوران آقای پزشکیان و نیروهای اصلاح طلب حمله کرده که چرا از عباراتی مثل تله تنش استفاده می‌کنید یا چرا گفتید اسماعیل هنیه یک فرد غیر ایرانی هست و لازم نیست ما برای یه فرد غیر ایرانی اصلا جنگ را بندازیم. این وسط آقای علی شمخانی در شبکه ایکس ادعا کرده فرایندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده توسط جمهوری اسلامی الان دیگه مقدمات تنبیه شدید اسرائیل رو فراهم کرده. این ادعای عجیب شمخانی که در واقع به عنوان نشانه از فشار بخش از فرماندهان سپاه و خود حتی علی خامنه‌ای برای حمله به اسرائیل شما میتونید تعبیرش کنید، این ادعای عجیب شمخانی که داره در واقع گذشته رو هم توجیه میکنه و میگه الان دیگه همه آماده شده، زیر ساخت آماده شده، در حالی است که همین دیروز شبکه 12 اسرائیل فاش کرد که اردن برخلاف مواضع رسمیش علنا به اسرائیل اجازه داده که از حریم هوایی این کشور
برای دفع حملات احتمالی ایران استفاده کند. ایران همچنان در چنبره در چنگال نیروهای نظامی که از تحریم سود میبرند، رهبری که از دشنام دادن و پرخاش و درگیری با همه دنیا لذت میبره، دورخیز میکنند برای به قول خودشون خونخواهی از یک تروریستی که در واقع کشتنش نیمی از دنیا رو هم خوشحال هم کرد و در این حال برای زمین سازی چنین حمله ای تا حد یک حکومت نظامی غیر رسمی در رسانه ها پیش میره که رسانه ها همه خط بشن، همه ساکت بشن، کسی حق نداره انتقاد بکنه، کسی حق نداره حرف بزنه و اساسا انگار تو این کشور نه مخالفی وجود داره، نه منتقد جمهوری اسلامی وجود داره، نه کسی که مخالف حمله و جنگ باشه وجود داره و اساسا انگار هیچ کس تو این کشور نیست، فقط یک فکر وجود داره و همه جمع شدن که این رهبر آزاد حمله کن به اسرائیل و ما سرفراز بشیم. محسن سازگارا فعال و صاحب نظر سیاسی از واشنگتن اینجاست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان بزرگوار، متشکرم که من فرصت دادید. بگذارید آقای سازگارا از شما شروع بکنم. من میخوام یه نگاه کلی امروز داشته باشیم به دورخیز جمهوری اسلامی، معادلات داخلیش، دعواهای جناح‌های سیاسی بر سر مسئله حمله به اسرائیل که اتفاقا همین امروز از یک چند ساعت پیش با انتشار لیست کابینه شاید بگیم وارد فصل تازه‌ای هم شده که احتمالاً فردا لیست کابینه رای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی احتمالاً ارائه خواهد کرد. در واقع توی این فضا میخوام نگاهی بکنیم به جوانب مسئله و البته آخرین اخبار هم اخبار بین‌المللی هم که توی این داستان وجود داره که آیا ایران حمله خواهد کرد یا نه. من مقدمه رو تعمدن خیلی کوتاه چیدم که بیشتر وارد بحث بشیم. ایران که روزهای اول میگفت ما انتقام سخت خواهیم گرفت و خیلی جدی ایاتون بشه، رسانه‌های خارجی، رسانه‌های آمریکایی به نقل از آمریکا میگفتن دوشنبه یا سه‌شنبه حمله خواهد کرد. بعدن به جای رسید که رسانه‌های خارجی گفتن که اصلا شاید صرف نظر کرده باشه و الان هم دوباره همچین چیزی میگن. متأ در داخل رسانه‌های حکومتی همچنان میگن نه ما اختلافی هم نیست و میخوام حمله کنیم. شما آخرین ارزیابیتون از معادلات داخل قدرت چی هست؟ به نظرتون در جمهوری اسلامی اختلاف هست یا نیست و آیا داره خودش آماده میکنه برای حمله یا خیر؟ ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای مهدوی آزاد، خدمت آقای علیجانی و همه بینندگان عزیز، اصلا جمهوری اسلامی بدون اختلاف درونی که نمیشه، از روز اولش تا الان این ماجرا توش قطعا بوده و هست. این رو هم عرض کنم به عنوان عقیده شخصی خودم، قبلا هم عرض کردم که واقعا اگر خامنه‌ای به دلیل به قول خودش خونخواهی، یک اصطلاح قبیلگی، برای یک تروریست غیر ایرانی اون هم فاسد 89 میلیون ایرانی رو به زحمت و به جنگ بندازه و به کشور خسارت بزنه، نه فقط ملت ایران نمی بخشانش بلکه تاریخ هم به او نخواهد بخشید. اما این که آیا اختلاف بر سر چنین حمله هست، حتما هست. ببینید من حالا واقعا نمیدونم آقای پزشکیان در اتاق دربسته به خامنه ای چنین چیزی گفته یا نه، ولی اصلا تعجب نداره. هر کسی رئیس دولت باشه یا دستش تو کار اجرایی مملکت این روزها باشه به خوبی میدونه و حتی یه شهروند عادی که اقتصاد ایران، وضعیت تولید در کشور، وضعیت انرژی، آب، مشکلات عدیده‌ای که در کشور هست، اساساً توانایی درگیری در یک جنگ رو نداره. خبر جنگ فقط مطرح شد، دلار چمدم 3000 تومان پرید بالا، تمام شاخص‌های بورس قرمز شد، در یه قلم بازار در واقع پول و سرمایه، همین بساط شما ببینید در کارخانجات، در کشاورزی، در بخش خدمات. و اگر آقای پزشکیان چنین چیزی رو از خامنه خواسته باشه، اصلا توقع بی جایی نیست که به رهبر بگه قربون شکل ماید برم، به قول تهرونی ها این مملکت همین ندنگیده داره میدنگه، تو وارد یه جنگشم بکنی وای به روزی که مثلا پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو مثلا اسرائیلی ها بزنن، 45% بنزین کشوری رو میخوا بزنن، یا 4 نیروگاه که بزنن 20000 مگاوات کسری برق یهو میشه 50000 مگاوات نونوایی ها میخوابه، آب تهران میخوابه و صدها مشکل دیگه ای که در کشور هست و
با وضعیت تحریم که سیستمتون درستش کنید. بنابراین قطعاً آقای مهدوی آزاد به نظر من هم پزشکیان هم دولت هم هر کسی که دستش تو کار اجرایی قطعاً خواستش این است که کشور وارد جنگ نشه و خسارت به کشور نخوره. اما من همینجا میستم، مشکلات دیگه هم خامنه‌ای برای جنگ داره، یعنی فقط این تنها جایی نیست که اختلافه و مشکل داره برای جنگ، مشکلات دیگه در درون حتی نیروهای نظامی هم داره. راجبش باید صحبت بکنیم حتما، باید سازگاره حتما در مورد اختلاف بین نیروهای نظامی هم که ما میدونیم اختلافاتی هست، حالا در طول برنامه صحبت خواهیم کرد. آقای علیجانی به شما هم خوش آمد عرض میکنم. شما هم راند اول همین روایتتون رو لطفا بگید، به نظرتون اگر بخوایم بلوک بندی بکنیم یا ساختار داخل قدرت رو نگاه بکنیم، آیا آنچنان که حکومت ادعا میکنه اتفاق نظر و ائتلاف وحدت وجود داره بر سر حمله به اسرائیل، یا به قول خودشون خونخواهی این شکلی از اسماعیل هنیه؟ و به نظرتون الان ساختار قدرت اگه نگاهش میکنه داره چیکار میکنه؟ داره خودش آماده میکنه برای اینکه به زودی حمله بکنه یا خیر؟ با سلام خدمت شما آقای سازگارا و همه بینندگان عزیز. آقای مهدوی، من بیشتر فکر کنم از زاب به جای این که از زاب، من اول اینو بگم که به هر دلیلی به هر بهانه‌ای از هر زاویه جنگی صورت نگیره، من این رو به نفع ایران میدونم، چون اون سوی جنگ با این توازن و قوایی که الان در بین جامعه مدنی و سیاسی ما و حکومت هست و این وضعیت مملکت، من اون سوی جنگ نه تغییر حکومت میبینم نه روند دموکراتیزاسیون یا روند رشد جامعه مدنی اعتراض اینها بتونه رو به رشد باشه و تنها یه حکومت سرکوبگرتر و خونریزتر باقی میمونه. اینو اول بگم. ولی فکر میکنم بیشتر از این که از زاویه اختلاف نظر و تشتت بین جناح‌ها و افراد و آقای پزشکیان و آقای خامنه‌ای این شرایط رو تحلیل بکنیم، من دو زاویه دیگه فکر میکنم مهمتره یا اونا عامل‌های مؤثرتریه. یکی بن‌بست، یکی تردید. بن‌بست اینه که سیاست علی خامنه‌ای که میخواد هم انقلابی باشه هم دولت مرد باشه هم چریک بازی در بیاره هم معیشت و اقتصاد رو حل کنه هم محو اسرائیل بکنه هم مصلحت نظام هم میدان هم دولت هم بدنی متوهم شعاریش رو داشته باشه هم مدیران عملیه را شد، این به بن‌بست رسیده. یعنی یه جاهای هم خدا هم خورما قابل جمع، یه جایی این به بن‌بست میرسه. به نظر من الان یکی از اون نقاط. اما نکته دومش، آخرین باری که تو همین برنامه شما صحبت کردیم من گفتم تصمیم اینها برای زدن و مقابله با اسرائیل قطعیه، ولی با یه شرطی که اینا با غربیا و آمریکایی‌ها دارن زد و بند میکنن، میخوان یه شکل نمایشی بزنن تضمین باشه که از اونور دیگه این پینگ پونگ نشه. و از قول یکی از همون میانسالها و جوانایی که متصل هستن تا فکرشون به جمهور اسلامی هم نقل قول آوردم که اینا 5 بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردن. حالا در ادامه اون ببینید نماینده جمهور اسلامی در سازمان ملل بعد اینکه مطرح شد، حالا منتسب به حماس یا منتسب به هر کسی، که اگر آتش بس بشه ما نمیزنیم، آمد گفت که تو داخلم بعضی اینا رو گفتن، بعضی فرماندهان سپاه و آقای فدوی و اینا گفتن که نه، دستور رهبری قطعیه، این حتما اجرا میشه و ربطی به ماجرای آتش بس نداره. نماینده جمهور اسلامی در خارج هم همین سازمان ملل هم همین موضع رو گفت و گفت البته ما رعایت میکنیم، میخوام به مذاکرات آتش بس لطمه نخوره. یه جمله اضافه کرد، من اینو به نقل از کانال تلگرامی سپاه قدس دارم میگم، که میگه که بین ما و آمریکایی‌ها کانال‌های رسمی مستقیم و واسطه‌ای وجود دارد، ترجیح طرفین این است که جزئیات آن مسکوت بماند. این جمله است که ایشون گفت. اینو من متصل میکنم به اون تحلیل که اینها جدا از اینکه سیاست خامنه‌ای به بن‌بست رسیده، یعنی یه جاهای دیگه هم خدا هم خرما نمیشه، شاید الان یکی از همون نقاط باشه، دوم اینی که آمریکایی‌ها و غربیان تضمینی در این مسئله ندارن که جمهوری اسلامی بیاد یه حرکت نمایشی بکنه اون طرف قطعا جواب نده. این تردیده باعث شده که این مشکل الان گفت بشه و مرتب این مواضع متضاد رو ما داریم میبینیم، که حالا در ادامه میتونیم بحث بکنیم که احتمالا به چه سمتی خواهد رفت. اما اون اختلافات هم هست، همونطور که آقای سازگار رو گفتن. ببینید آقای پزشکیان الان در تصمیم گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی وزن زیادی نداره. من نمیگم اون خبر نادرست،
ولی اون خبر یه خود روش مشکوکم میگن چرا. اون خبر هم ممکن درست باشه، آقای پزشکیان رفته نه با لحن تقابلی و به اصطلاح برخورد و خط و نشان، نه با لحن تعاملی که آقا حمله بکنید خراب میشه فرون بره از شما بفرم، یا بین فرماندهان سپاه ببین اون گرایشی که غرب گرا هست به قول اونا غرب گدا هست، اونا یه گرایش بسیار ضعیفی هستن. الان گرایش مصلحت نظامه، این بعد یه بخشی از بدنه رو اینا با توهم و بصیرت افزایی که میگن متوهم بار آوردن که اسرائیل در حال سرنگونی، غرب در حال فروپاشیه، بنابراین میگن خب اگه دنیا اینجوریه چرا ما نزنیم به اسرائیل. ولی اونا عقلشون نمیرسه، اون بزرگتراشون عقلشون میرسه که به این سادگی هم نیست. حالا در همون اتاق فکری که با هم هم از غذای دست هستن، با هم هم رو هم زدن اسرائیل همون که مرزش مصلحت نظامی یه دست هستن، الان تو اون نقطه تردید دارن. وگرنه آقای پزشکیان نقش موثری فکر نمی کنم اصلا تصمیم گیری تو این حوزه داشته. متوجهم. متشکرم. برای اون گزارش هم نیومده توش که آقای پزشکیان با علی خامنه ای در واقع پرخاش کرده، در واقع همون لحنی که شما گفتید هست، در واقع تو آخرین گزارش هست که آقای خامنه سکوت میکنه، جواب نمیده، بیشتر از بخش از فرماندهای سپاه که گله میکنه. اضافه کنم آقای مهدوی، یه جمله ببخشید فقط همینجا، من این نشتین خبر رو یه خورده روش تعامل دارم که اگر بخوام عقب نشینی بکنم بنزن گردن فدشیان و این گردگده ها بگوشت. راجبش بعد صحبت کنیم. آره این فرضی هم هستش، درسته. امروز رسانه های انگلیسی نمیم دید، مثلا تلگراف اینا و بعضی از رسانه خارجی حتی خبر دادن که آره پزشکیان گفته که حالا به جای اینکه داخل خاک اسرائیل رو بزنید، بیاید و مثلا به پایگاه های اسرائیل در کشور اطراف رو بزنید. منظورشون همون کاری است که سپاه دوبار کرده بود، خونه بازرگان بیچاره تو عراق زد، منطقه خودمختار کردستان زد، بعد گفتش که ما مقر موساد زدیم، یه بار دیگه هم خونه آهن فروش زدیم، کسی گفت نه من خود موساد زدیم. آقای سازگار من شما آذربایجان هم میگن آذربایجان رو بزنیم. بله بله، حالا اینم میگم در واقع گزارشی هست که گفته میشه راجبش حرف خواهیم زد. آقای سازگار ببینید، من یادم هست که دوره قبلی بود 3 سال پیش که داشت بحث انتخابات داغ میشد و چند تا از این نظامی ها آمده بودن کاندید میشدن، آقای سردار نقدی سپاه پاسداران که میشناسید و همه میشناسنش، این در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یه جمله عجیب و غریبی گفت. گفت موقعی که آقای خامنه ای دستور ورود سپاه پاسداران به سوریه رو داد، جنگ سوریه، سردار نقدی میگه اغلب فرماندهان نظامی مخالف بودن و گفتن اونجا مثل باتلاقه و ما توش گرفتار میشیم، همه مخالف بودن، گفتن نکن. این قسمتش برای من مهم هستش که در واقع نظامی ها مخالف جنگ بودن برخلاف اون چیزی که در رسانه ها تصویر میکردن، که من یادم هست خودم از یکی از این نظامی ها که کاندیدا شده بود پرسیدم در کلاب هاوس که آیا شما موافق بودید یا مخالف، وزیرش در رفت که خود آقای نقدی باید توضیح بده. حالا الان ما راجع به مسئله اسرائیل که حرف میزنیم، طبیعتا مخالف منطقا باید بیشتر باشه دیگه. همین آقای سردار علایی که الان گفته میشه ظاهرا یک کاندیداست برای وزارت کشور، یه میگم واسه جای دیگه و قطعی هم نیست هنوز، او با مثلا بارها لحن شما میشنوید میگه کسانی که دنبال جنگن که یک روز هم حتی در جنگ نبودن در واقع زده. شما الان فکر میکنید وضعیت نیروهای نظامی چطور هست، اختلافاتشون در حوزه مقابله با مسئله در واقع شروع برخوردی که ممکن هست به جنگ بیانجامه؟ ببینید اولا آقای مهدوی، هر نظامی عاقلی به خصوص اگر جنگ دیده باشه قطعا از جنگ اجتناب میکنه. شما الان ژنرال کوریلا هم بپرسید در آمریکا، مطمئن باشید مخالف جنگه، برای اینکه اتفاقا یه نظامی عاقل و ورزیده بهتر از هر کسی میدونه جنگ چه چیز بدیه و چه فجایعی به بار میاره. بنابراین اصلا قطعا اونایی که دلشون به حال کشور میسوزه و عاقلن و عقل نظامی دارن، عقل سیاسی دارن، در سپاه یا در ارتش یا در نیروهای مسلح با جنگ باید مخالف باشن و هستن. از نقدی بگذارید که یک عنصر فاسد شعاریه، ولی راجع به نیروهای مسلح من یک گزارشی رو دیدم از وزارت اطلاعات که یک به اصطلاح بررسی در درون نیروهای مسلح کرده بود، ارتش و سپاه هر دو،
و نتیجه‌ای که گرفته بود در اون گزارش برای مقامات ارشد از جمله خامنه ای این که بدنه نیروهای مسلح، بدنه که میگم از اون 20 تا سردار دهنگشاد اون بالا بگذارید، در حد سرهنگ و حتی تیمساره، ولی عملیاتی و اجرایی و به خصوص مدیران عملیاتی به شدت مخالف درگیری با اسرائیل هستند. به 3-4 دلیل. یکی این که اون گزارش میگفت اینا خودشون ناراضیان از زندگی، از مسئله معیشت، تورم، مثل بقیه مردم کشور. دوم این که میگفت اینا به خصوص مدیران عملیاتی میگن ما توازن استراتژیک با اسرائیل به خصوص اگر امریکا هم پشتش باشه نداریم و اگر درگیر جنگ بشیم شکست میخوریم و امنیت کشور هم به خطر میفته. سوم این که تو اون گزارش گفته بود که اینها نگران مسئله جون زن و بچه خودشون و خودشون هم هستن، برای نظامی هستن، جنگ بشه اونا باید برن بجنگن و کشته بشن. و وضعیت خراب نیروهای مسلح به دلیل لوازم یدکی، کمبود امکانات و غیره دلیل دیگه است که معتقدن که اصلا نیروی مسلح ایران آمادگی درگیری، اون هم به صورت دراز مدت، یعنی مثلا با اسرائیل بزنن بخورن، دوباره بزنن دوباره بخورن و اسرائیل رها نکنه، نداریم. حتی من جای دیگه دیدم که گفته بودن اگر هم قرار باشه جنگ بشه حتما باید یه کاریش کرد که به سرعت تموم شه، به سرعت یه چی بزنی یه چی بخوری و بعد هم میانجی ها رو بپذیری و فورا بری سراغ آتش بس. بنابراین یکی از دشواری هایی که گفتم خامنه ای برای تصمیم گیری در مورد شروع جنگ داره مسئله خود نیروهای مسلحه که اونهایی که مدیر عملیاتی هستند باید عملیات طراحی کنن، دیگه عقلشون به نظامیگری میرسه، توان استراتژی کنه با امکان، اونها مخالفن. آقای سازگار یه چیزی من نفهمیدم میون کلامتون، ببخشید، ما راجع به جنگ که صحبت میکنیم من با شما موافقم، با تحلیلتون 100% موافقم، منتها میدونید با اسرائیل این نیروهای نظامی که هیچکدوم درگیر نمیشن، فقط موشکی دیگه زیردریایی، اینا که قرار نیست برن نیروی زمین دریایی بجنگن، اسرائیل هم قرار نیست نیرو بیاره اینجا، اتفاقا فقط موشک داره پرتاب، هواپیما هم که ندارن که، ایران نداره ولی اسرائیل که داره، اسرائیل هم هواپیما داره، F-35 داره. وارد منظورم که هیچ کسی من ندیدم در دنیا صحبت از درگیری مثلا زمینی بکنه بخواد اسرائیل مثلا جرأت داشته باشه. نه زمینی درگیری فقط موشکی خواهد بود دیگه. درسته. البته برای اولین بار وزیر دفاع اسرائیل گفت که ما یه توان نیروی دریایی هم داریم که اگر جنگ با ایران بشه اونم نشون خواهیم داد. ببینید اگر از این زیردریایی‌هایی که امریکایی‌ها دارن و 4 تاش معلوم شد همراه ناوهای هواپیمابر هستن، زیردریای اتمی اسرائیل هم داشته باشه که هیچ به اصطلاح بعید نیست که داشته باشه، اینا توان پرتاب موشکی دارن که از زیر دریا میاد بیرون، میره تا گویا بیش از 1700 کیلومتر برد داره، یعنی میتونه بره این زیردریایی وایسه در دریای عرب پشت به اصطلاح عمان، موشک شلیک کنه برسه به تهران. دلفین و آلمان هم دارن، بله همین الانش هم دارن. بله. و اسرائیل به هر حال در دریای مدیترانه ناوگان دریایی داره و اگه اونا هم وارد جنگ کنه فقط این نیست که از مرزهای غربی کشور هواپیمای F-35 یا موشکای بالستیک و غیره به ایران بزنه، میتونه نیروی دریاییش هم بیاد. بله جای واقعا یه کارشناس نظامی خالیه دکتر سازگار. حالا منظورم همین، بله، در مورد معادلات نیروهای نظامی که صحبت میکنیم، من یادم هست در بولتن محرمانه فرمانده سپاه که هکرها این رو هک کرده بودن و منتشر شد و این از چیز که قطعا درست هم از جلی نیست، اونجا حداد عادل برای خامنه ای میگه بسیج یک حتی تجمع بزرگم میگه نمیتونست برگزار کنه، البته اونجا صحبت سرکوب مردم بود و اعتراضات مردمی. منظور این هستش که به نظر میاد در حوزه نیروهای مسلح، بگذاریم نیروهای مسلح به حال حکومت مستقره، حکومت خیلی محکمه، نیروهای مسلح تمکین میکنن، اصلا این حرفا نیست که کار خودشون رو بخوام بکنن، ولی ته قلبش به نظر میاد که در واقع جزی از بدنه اجتماعیه. بله اتفاقا آقای رجوع این لغت محکم شما، من میخوام یه انقلتی توش بذارم. ببینید خامنه ای هر بی استعدادی، بی لیاقتی و از نظر من نادونی و نفهمی داشته باشه، یه چیزو نشون داده عقلش خوب برسه،
اونم حفظ صندلی خودشه. نگرانی داره که مبادا قدرتش چه از جانب مردم چه از جانب نیروهای مسلح دست بخوره، و این درس رو بلده که اگر نیروی مسلح میشه بالاخره اسلحه دستشونه و درگیر جنگی بکنه شکست بخوره، سرنوشت روسیه جنگ اول و انقلاب شوروی یا سرنوشت آرژانتین و جنگ مالویناس یا فاکسلند و امثال اینا رو بلده. بنابراین یه نگرانیش هم این است که وقتی تحقیق هم کردن میگن نیروی مسلح ناراضیه، خب اگه بردش تو جنگ به قول آقای علی نژاد که این مقدار علی جانی ببخشید به قول آقای رضا علی جانی که این مقدار که اینا هارت و پورت کردن برای اون بدنه نادونتر و حزب اللهیای نادون طرفدارشون، ما شیر میگیریم پلنگ میکشیم، اگه شمشیر مرصع به قول فتلی شاه از نیام بکشیم وای بر قرص. خب اگه رفتن و دو تا زد و خورد شد با سیویل آویزون برگشتن و هیچ کاری هم نتونستن بکنن، اون وقت آقای علی جانی این مشکل خامنه ای نیست که اینایی که اسلحه دست شده ممکنه رو به خودش برگردن نارضایتی. این منظورم خامنه ای حواسش به این تیکم خیلی بله. جمعه. اینم یکی دیگه از دشواریاشه که او رو در تصمیم گیری قطعا مردد میکنه. من تو این سلسله چیزایی دیگه هم میتونم اصلا خدمت دوباره برسیم. آقای علی جانی بخواهی میکنم ببینید آقای علی جانی اشاره کردن آقای سازگار فکر کنم خودتونم گفتید کشور کشوری است که بدبختانه در تابستون پیک مصرف مشکل برق داره، در زمستون پیک مصرف مشکل گاز مشکل آب داریم، نه اینکه خوابیده باشه که البته میخوابه الان برق، صحبت از اینکه چند صد میلیارد ما ضرر کردیم به خاطر قطع برق، ولی منظور اینه که استیبل نیست، پایدار نیست. خب خیلی واضحه که این ریسک خیلی بزرگی است، در واقع راه انداختن یک جنگ زیب زیر ساختای ایران ممکنه آسیب بزنه، خیلی واضحه که به سرعت میتونه ایران رو در واقع دچار مشکلات بسیار حاد بکنه، برگردونه به اوایل دهه 60، یعنی یادتون هست خاموشی‌های گسترده، نفت نبود زمستون. چرا آقای خامنه‌ای با این وجود ریسک میکنه؟ آقای خامنه‌ای که به قول آقای سازگارا خیلی مواظب قدرتش هست، منظورم اینه که این خود با قدرت میاد وسط و عملیات انجام میده. آخه یه دفعه عملیات انجام داد میگیم که خواست به رخ بکشه که آقا من اراده دارم و توانش دارم، خب اوکی، دفعه دومش چرا صحبت از این کارا میکنن؟ ببین خامنه‌ای خب اون نگاه آخرالزمانی شیعی ایدئولوژیکش و ضد غربی که داره که متأثر از سید قطبم هست، ذات شریر غرب، جعلیاتی به نام حقوق بشر، طبیعتا هسته اصلیش اونه، هسته اصلی تفکرش، ولی تا جایی که این تبصرش مهمه، یعنی صدام و قذافی نیست که تا آخر بخواد بیسته، تا جایی که مصلحت نظام اختزا کنه و نظام به خطر نیفته. بنابراین همیشه خامنه‌ای همین بودی، یه چند سال رهبریش همین بودی که ما یک اهداف بزرگی داریم، به حتی شرطایی که برای دولت پزشکیان یا دور اول انتخابات گذاشت بین دور اول دوم، که تا بن دندان به این تفکرات معتقد باشه، به افقهای روشن آینده فکر کنه، اینا از پس ذهنش همینی دیگه، یعنی ما هدفهای بلندی داریم. ولی همون که اول بحثم مطرح شد، این یه جاهایی جواب نمیده و الان یکی از اون موارده، یعنی یکی داره یک چیزی شبیه اون میشه، هرچند هنوز خامنه‌ای ترجیحش و سپاهی ها، ببینید قاآنی به تبریک میگه به سنوار، میگه که ما قول میدهیم انتقام آقای هنیه رو بگیریم، حوثی ها موازهشون رو دنبال بکنید، یکی از رهبران حوثی ها، یعنی رهبر اصلیشون گفت که انتقاد کرد به تصویب بدنامه‌ای که توی کنفرانس اسلامی بود، خیلی شدید به صلاح حمله کرد، یکی از رهبراشون گفت این تصمیم مقابله و انتقام در بالاترین سطوح گرفته شده و قطعا اجرا خواهد شد و این تأخیر هم تاکتیکی است. یعنی اینا چیزاست که اینا به نیروهای مرتبطشون هم میدن. چند روز بعد رهبر اصلیشون گفت ما با آقای سنوار بیعت میکنیم هر چی ایشون بگه. این یه خورده معناش اینه که اگر اونا آتش بس رو پذیرفتن و گفتن حمله نکنید، یعنی این تشتت و تردید اونجام رفته. البته اون روی سکر هم ببینیم، اسرائیل هم کشور آسیب پذیریست، طول و عرض جغرافیایی اسرائیل شما رو نقشه جغرافیا ببینید،
اگر بخواهد به قول خامنه‌ای شرایط حسینی بشود، خب اسرائیل هم خیلی آسیب میبینه. یعنی همه شهرهای مهمش، مراکز اقتصادیش، همین حالا اقتصاد اسرائیل به شدت لطمه دیده. درصدش حالا من دقیق نمیخوام بود عدد دقیقی وایستم که بخش مهمی از نیروی کارش رفته تو جبهه، هزینه اونها رو باید بده، توریسمش لطمه دیده و همینطور موج برعکس سرمایه، ناامنی، موج برعکس مهاجرت و از همه مهمتر آسیب پذیری. اسرائیل میتواند ضربه دوم و سوم رو کشنده تر بزنه، اما اون ضربه اول یا دومی که میخوره اونا اگر بخواد بیاد زیر ساختای جمهوری اسلامی رو بزنه و ایران رو فلج بکنه، این خوب دست ایران و نیروهای نیابتیش هم بسته نیست. یعنی واقعا میتونن اسرائیل رو ویران بکنن. ولی در پس اون چه چیز من از موضع منافع ملت ایران میبینم و از موضع صلح در منطقه، یعنی این یه نوع دیوانگیه. به علاوه این که خامنه‌ای، اینم بازم من خبری میگم، شاید دفعه قبل هم گفتم که خامنه‌ای گفته که به آقای پزشکیان ما میدانیم بین نظام و مردم فاصله ایجاد شده، ولی اینو از زاویه اقتصادی میبینه، زاویه دیگه باید این مسئله معیشت مردم حل بشه. آقای لنوری هم میگه چی؟ آقای لنوری از این تیپای تندروه دیگه، میگه شکست و موفقیت آقای پزشکیان شکست و موفقیت ماست. نماینده خامنه‌ای هم در کرمانشاه میگه تضعیف پزشکیان حرام است. پس اینجا اصلا مسئله زیاد اختلافات نیست. مسئله این که آقا پزشکیان اومده اقتصاد رو حل کنه، حالا اینم که نمیشه هم خدا هم فرما. یعنی بنبست سیاست خامنه‌ایه. حالا اگر در بیا آمریکایی‌ها میگن ما روی نتانیاهو کنترلی نداریم، بزنیم ما نمیتونیم تضمین کنیم اون نزنه. من اینم بازم خبری تو گزارشات خوندم که نه موساد و نه ارتش اسرائیل، اونا هم تجربه دارن. ببین خامنه‌ای تجربه جنگ داره. آقای سازگارا گفتن خامنه‌ای 0 کیلومتر نیست. خامنه‌ای دو بار مانع جنگ شد. یه بار موقعی که صدام مقابل آمریکایی‌ها بود، یه بار موقعی که افغانی‌ها طالبان افغانستان خبرنگار و دیپلمات‌های ما رو کشتن، یه سری نظامیان گفتن ما بزنیم. خامنه‌ای حتی در یه مقیاس کوچیک با طالبان نمیخواست وارد جنگ بشه. خامنه‌ای دقیق میدونه که نه اقتصادش، نه اطلاعاتش، نه تسلیحاتش، نه توان اجتماعیش هیچ کدوم، یعنی نیروی نداره بره جبهه. یا به قول شما حالا جبهه هم نمیخوام برن، یه نیرویی که شما وقتی که میخواد شلیک بکنی اون بیا شلیک بکنه، شما بایستی تسلیحات برای ادامه این منازعه داشته باشی. وقتی زیر ساختات زده بشه، برق نداشته باشی، بنزین نداشته باشی، اون تسلیحات هم ممکنه یه کار نکنه. خامنه‌ای اینا رو خوب میفهمه. بنابراین من میخوام اینجوری جمع‌بندی کنم که به اصطلاح الان مشکل اینجاست که خامنه‌ای مثلا در این چند سال آخر عمرش، در این چند سال اخیر، خامنه‌ای خیلی جاها مصلحت نظام رو گروگان مصلحت خودش گرفته، نه تنها مصلحت ملی رو بلکه مصلحت نظام رو. خامنه‌ای دلش میخواد انتقام رو بگیره، گفته باید خونخواهی شود. خامنه‌ای دلش میخواد این اتفاق بیفته، ولی اون نمادین هم شده میخواد این اتفاق بیفته. ممکنه حالا صبر کنن تا این مذاکرات آتش بس هم پیش بیاد. اگه این مذاکرات به نتیجه نرسه که اصلا سرشکستگی داره اگه خامنه‌ای این کارو نکنه. بله، یه چیزی البته به حال راجبش باید بیشتر صحبت بکنیم. علی جان میگید که خامنه‌ای جنگو دیده، آره، ولی یه جور بعضی وقتا حرف میزنه انگار که مثلا خیلی عاقله. من میخوام بگم این ماجرا تاکتیکی ممکنه چهار تا محاسبه بکنه، ولی اگر عاقل بود اساسا خودش از این چاه، از این معرکه می آورد بیرون. آخه شما نگفتید عاقله ها. ببین آقای علی جان، کاملا استراتژیش کاملا نادرسته. وقتی شما استراتژی نادرست رو پیش میریم، مرتب تو چاله میوفت. بله، یعنی اصلا مردم چی میخواد برسه؟ یعنی الان دو چاله بعدی رو در اومدی، چاله آخری ممکنه یه آخرین چاله باشه که در میشه. بله، همینطور. دقیقاً مسئله همینه. دقیقاً مسئله است که دیکتاتور اصولا یه بار شکست میخوره، اون یه بارم در واقع دفعه آخرشن تو جز اون نمیپذیرن. واسه معلوم نیست هدف چی. حالا راجبش صحبت میگم. آی سازگارا، بگنیم به همون بحث توافق، اگر ممکنه کوتاه جواب بده، یه عالمه سوالات هم مونده هنوز. آقای الجین همچنین شما ببینید، صحبت از توافق بود و توافق ملی و اتحاد ملی و وحدت ملی و اینا. این لیست وزرا تا الان منتشر شده، آقای سید عباس صالحی دوباره سرش توافق کردن به عنوان وزیر ارشاد. اصلا شما این لیست رو نگاه میکنید، انگار قحط الرجال تو این کشور، یعنی به وضوح به نظرم نشون میده که آدما محدود بودن، نمیتونستن توافق کنن. و از همه عجیب غریب تر، اسماعیل خطیبه.
یعنی آقای پزشکیان اگر میخواست سیاست داخلیش عوض کنه، یکی از مهمترین کاری که باید میکرد رویکرد تشکیلات امنیتی باید عوض میشد دیگه. دقیقاً وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی رو میگه میخواد بدن واسه خدا. شما از این لیست کابینه دیدید که که امروز هم جدی تر شده، چه نتیجه میتونید بگید، چه تحلیلی میتونید ارائه بدید؟ آیا این لیست نشانه از وفاق در شرایط داخلی امروز ایران هست؟ اصلا ببینید، اصلی ترین شکاف جامعه ما بین حکومت و مردمه، مردمی که به اعتراف خود حکومت 60% رای ندادن و به اطلاعاتی که بنده دارم 85% دور اول و دور دوم 80% مردم رای نداد. حالا به قول علما شبهه رو قوی بگیریم، همون 60% که حکومت میگه، بالاترین شکاف تو مملکت ما الان بین یک ملت ناراضی و یک حکومت بی‌لیاقت و دزدیه که اون بالا نشسته. و شما بخوای این شکاف رو بدوزی، اتفاقا دولتی که از اون جاهایی است که میتونست با انتخاب کابینه اینو بدوزه. من در یه جمله گفتید کوتاه عرض کنم، من یه بار با آقای شمیر رفسنجانی، یه سال بود رئیس جمهور شده بود، منم تصمیمم قطعی بود از دولت رفته بودم بیرون، دیگه نمیخواستمش مسئولیت بپذیرم. ایشونو دیدم تو دفترش صحبت کردیم، به ایشون گفتم آقای شمیر شما قول داده بودی که از همه نیروها استفاده کنی، ولی این دولت که شما تشکیل دادی یه تعداد وزیر و معاون کردی، یه تعداد معاون و وزیر کردی، و این گوشه‌بازی بچه ها، این رفت اونجا، اون رفت اونجا، اون اومد اینجا، این رفت اینجا، بعضی هم تکون نخوردن. این آقای پزشکان هم همین کار کردی، یه تعداد وزیر و معاون کرده، یه تعداد معاون و وزیر کرده، و بعضی هم مثل خطیب که قطعا سهمیه آقای خامنه‌ایه و گفته او باید بمونه، حالا وزیر کشور هم ظاهرا نامعینه و غیره، اینا رو هم گذاشته. من این لیست رو که نگاه کردم، شد تنها کسی که بشه گفت دست کم در ارتش آبروی داره حبیب الله سیاری، میگم برای وزارت دفاع، حالا اگر قطعی بشه، و اگر نه بقیه اینا خیلی هاشون امتحانشون رو پس دادن و رفوزم شدن در پستاشون. بنابراین به نظرم این نشد، این آشتی با یه ملت نیست. ما 89 میلیون ایرانی داریم، یعنی ما 20 تا 25 تا آدم لایق از تو این مردم که یه جوان قبراق، جوان که میگم 40 ساله 45 ساله و امتحان پس داده، مثلا در دنیای تجارت در چیز و سلامت آینه میشد پیدا کرد. به هر حال من به نظرم این کابینه بسیار بسیار به اصطلاح ناامید کننده است و اصلا تناسبی نداره. البته میدونیم که هم راندخورای اصلاح طلب ها هجوم آوردن برای پست ها، هم مجلسی ها اونور نیستن، هم خود خامنه ای رو خیلی هاشون حرف زده. ولی فراتر از این مسئله رقابت ها و فشار ها و سهم گرفتن ها، یه چیز عجیب و غریبه است. یعنی به نظر میاد تو اون بالا یه جورایی یا بن‌بست شده یا خیلی عجیب و غریبه. یعنی نیرو آقای علیجانی از شما بپرسم کوتاه یه دقیقه بفرمایید، شما برداشتتون از این لیست چیه؟ لیستی که کابینه، آیا نشانه از وفاق ملی میبینید یا نشانه از این که اتفاقا فاصله ها زیاد بوده، توافق ممکن نبوده و سر حداقل با هم به توافق فوری رسیدن؟ این کلمه ملیش خوب برای سر جمهوری اسلامی کلاش خوشاده. حالا چون فردا هم قرار بیام هم بحث بکنیم، اجازه روی بحث هم بزنم برای اون موقع، ولی متصل کنم به همین بحث که داشتیم. این نشون میده که خب بالاخره تو رسهر هم اختلاف جدی وجود نداره. یعنی همین مسئله، همین ترکیب کابینه که حالا فردا میشه بحث جزئی تر کرد، نشون میده که خلاصه حرف خانه دیگه. یعنی خان هرچی بفرماین برار اون باید پیش بره، حالا یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر. بنابراین ما در بحث برخورد با این ترور اسماعیل هنیه هم از موضع همون خان باید صورت مسئله رو ببینیم تا از موضع اختلاف، و کابینه هم همین رو نشون میده. و حالا یه طنزی هم تو فضای مجازی اومده که یه مشکل جمهوری اسلامی اینه هر جا میشینه تصمیم گیری کنه، اسرائیل هم هستن، یعنی از قبل خبر دارن اینو میخوان چه برخوردی بکنن. حالا من به این طنز یه جمله اضافه کنم، متاسفانه اسرائیلیا توی اپوزیشن ما هم دارن جاگیری میکنن، حالا یه در رو نمگیر میکنن، یه در رو جبگیر میکنن. خلاصه این مشکلی است که ملت ما داره، و آقای خامنه ای مثل یه سرطانی است که بختکی است که افتاده روی کشور، و این سیاست‌های ویرانگرش حالا با تغییر دولت‌ها می‌بینیم خیلی تغییر نمی‌کنه، و ملت ایران رو گروگان این به اصطلاح
سیاست‌های ضد ملی خودش کرده. حالا به هر دلیلی اگر ماجراجویی ادامه پیدا نکنه ما ظاهرا باید خوشحال باشیم. آقای سازگار، اگر یه جمله اشاره شده که دوستان گفتن که با جنگ، آقای علیجانی گفتن جمهوری اسلامی که عوض نمیشه، به نظر درست میاد؟ یعنی جنگ قرار نیست چیز رو عوض کنه. خب حالا من اسرائیل رو میفهمم، چی اسرائیل میگه این میخواد من نابود کنه، به قول خودش میخواد مهار کنه. دقیقاً جمهوری اسلامی دنبال چیه؟ دنبال چی کار میخواد بکنه؟ منظورم اینه که هدف استراتژیک جمهوری اسلامی از اینکه دورخیز میکنه میره واسه به سمت جنگ دقیقاً چی است؟ به چی میخواد برسه؟ چون من فکر میکنم از زمین تا آسمان همه میدونن که این جنگ آخرش نه جمهوری اسلامی نابود میشه، نه اسرائیل، نه ایران نابود میشه، زبانم لال، نه اسرائیل، نه هیچ اتفاق نمیفته. آخرش یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه باید ول کنن دیگه. دقیقاً چیکار داره میکنه علی خامنه‌ای میدونید؟ اگه شما میدونید به منم بگین. والا ببینید 45 سال تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی ایران حول دو محور میچرخه: آمریکا ستیزی، محو اسرائیل. شما ببینید بابت تمام این دوری نزدیکی ها و دستبندی ها و دخالت ها و نمیدونم گروه های نیابتی و تروریستی و انزوا و غیره، ما بهای دو تا چیز رو داریم میدیم: یکی محو اسرائیل، یکی آمریکا ستیزی اینجور بیمارگونه. و حاصلش این شده که کشور ما رو انداخته تو بغل روسیه. و یکی از چیزهایی که من اشاره بار فرصت نیست کنم، واقعا آدم دل واپس میشه، رفتن آقای شویگو به ایران و تجهیزاتی که روسا دادن و تجهیزاتی که از ایران دارن میگیرن. معلوم نیست روسا میخوان با کارت جمهوری اسلامی و ملت ایران چه بازی بکنن و چه بلایی سر کشور ما بیارن. به هر حال آقای خامنه‌ای به نظرم به قول آقای علیجانی یه شعری گفته توش مونده، یعنی یه استراتژی غلطی داره که اینو ولم نمی‌کنه. 35 سالی که رهبر، 10 سال قبلش هم که رئیس جمهور، و 45 سال خلاص رأس قدرت، نفری 1 و 2 و 3 صد اکثر. ایشون به جای اینکه اون استراتژی اساسی رو عوض کنه هی میچرخه، هی منافع ملی ما قربانی میشه و الان هم در آستانه جنگ ها به هر صورت ویرانی داره، کشتار داره، خسارت داره، افریت جنگ بهش میگن. و درست هم میگن آقای علیجانی، اسرائیل هم آسیب پذیره، یه کشور کوچیکی که از این سریف به اون سرش با توپخونه میشه زدش. و نوستالژی جنگ ایران عراق نیست در واقع. چون جنگ ایران عراق روحانیان خیلی به قدرت رسیدن. آره ولی جنگ ایران عراق هم مال نسل ما است. روحانیان برنده شدن، ماها باختیم، ولی روحانیان قدرت گرفتن. ولی شما ببینید 265,000 کشته دادیم ما در یه جنگ بی حاصل که آخرش هم در واقع شکست خوردیم، اگر یا پیروز نشدیم. طرفین به همدیگه 8 سال خسارت زدن، هیچی به هیچ. صدام شروع کرد ولی میتونستن تمومش کنن، اگرچه در شروع کردن صدام الان معلوم شده خمینی مقصر بوده. ولی به هر حال جنگ چیز بدیست. ولی آیا جنگ باعث خواهد شد در ایران اگر وارد جنگ شد؟ من البته اقدام هم عرض کنم، منم با آقای علیجانی موافقم. جمهوری اسلامی اینو عرض کنم، یه دیالوگی تو اون فیلم گوزن‌ها آقای کیمیایی داره، یه مونولوگ آقای بهروز وثوقی نقش یه معتاد مفنگی رو بازی میکنه، میگه بذار من یه دونه جلوی فاتی بزنم تو گوش تو که مثلا فکر کنه من زور دارم. جمهوری اسلامی ممکنه بخواد جلوی فاتی همین شعاری ها با اینا دم آمریکا و اسرائیل هم ببینه، بگه یه دونه میزنم تو گوشتون شما کاری نکنین، حالا همجان بخوابونین کار رو. ممکنه از این کار را آخرش بخواد بکنه. ولی اگه واقعا درگیر جنگی بشه، که به خصوص اگر جدی باشه، اسرائیلی‌ها وارد پیکار پیشگیرانه بخوان بشن، بسیار واقعا کشور ما در خطره. بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، همچنین محسن سازگارا، فعال و صاحب نظر سیاسی از واشنگتن. خانم آقای مواظب خودتون باشید و خداحافظ.